علیخانی هستم، مسئول کارگروه آموزش طرح مربیگری یادگیری الکترونیکی. خیلی خدمت شما مربیان عزیز خوش آمد میگم و از اینکه در این فصل ما رو همراهی میکنید خیلی سپاسگزار هستم. من مقدماتی رو خدمتتون عرض میکنم. همونطور که همتون مطلع هستیم، هدف از مجموعه وبینارهای آموزشی که برای شما مربیان عزیز این تدارک دیده شده این هست که توانمند بشین، البته که توانمند هستین شما عزیزان و میخواییم که به یک فهم مشترک نسبت به ادبیات آموزش مجازی هم برسیم. در اجتماع چند هفته آینده قرار هست که هر کدوم از ماها معلمان و مدیران مدارس کشور رو در زمینه نیازهای آموزشی که در حوزه آموزش مجازی همراهی بکنیم. امروز نخستین وبینار ما هست که آقای دکتر رضایی زاده در واقع قبول زحمت کردن با موضوع مربیگری دیجیتال. آقای دکتر، من در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم که همتون خوب و سالم و سربلند باشید. عرضم خدمتون که این دوره‌ای که این کاری که میخواد شروع بشه برای کمک به معلمان مدارس سراسر کشور یک کار خوبیه که هدفش انجام بخشی از مسئولیت اجتماعی تک تک ما و دانشگاه ماست و قراره که در این شرایطی که برای آموزش مجازی یک فرصت بوده و هست بتونه مشکلات و مسائل معلمان ما و مدارس کشور ما رو برای استفاده از این فرصت استثنایی برای ارتقای آموزش مجازی کمتر بکنه. ولی ما در انجام این کمک و در ارائه این کمک به معلمان سراسر کشورمون دو تا رویکرد رو، دو تا رویه رو میتونیم دنبال بکنیم. یه راه حل اینه که بیایم بهشون بگیم که خب قرار ما یه فرمی سابمیت بکنیم روی وبسایت این طرح و معلمان سراسر کشور بیان بگن که مثلا من دیروز یا هفته قبل یا ماه قبل توی کلاس مجازی به هنگام تدریسی همچین مشکلی داشتم، یا به هنگام ارزیابی همچین مشکلی داشتم، یا به هنگام مدیریت کلاس هم یه همچین مشکلی داشتم. خب بعد از دریافت این فرم ما دو تا رویکرد میتونیم داشته باشیم. رویکرد اول اینه که بیایم به این معلم محترم پیشنهاد بدیم که شما این روش رو برو، از این ابزار استفاده کن، این کار رو انجام بده و با این پیشنهاداتمون سعی بکنیم که توانایی و ظرفیت عملیاتی این معلم رو در کلاس مجازیشون بالاتر ببریم. خب این یه رویه ایه، ما اسم این رو میذاریم مشاوره. یک مشاور در صدد ارائه راه حل به مشاور جوی خودش هست. ولی رویکرد دومی که میتونیم استفاده بکنیم رویکرد مربیگری یا کوچینگ یا منتورینگه. در رویکرد مربیگری، البته بین کوچینگ و منتورینگ تفاوتی هست از خواهم کرد، ولی در رویکرد مربیگری ما به دنبال ارائه راه حل به شاگردمون نیستیم، دنبال این که بهش پیشنهاد بدیم بگیم این کارو بکن این کارو نکن نیستیم، بلکه سعی میکنیم توانایی هایی، ظرفیت هایی، شایستگی هایی که در وجود او باید باشد تا بتواند یک معلم مجازی بهتری باشد اونا رو شناسایی بکنیم، قوت و ضعف ها رو ببینیم کجاست و در اون ناحیه های ضعف سعی بکنیم که ظرفیت و توانایی اون فرد رو بالاتر ببریم. به عبارت دیگه در مربیگری به جای دادن سلوشن و راه حل دنبال ارتقای توانایی های فرد هستیم. در این وبینار کوتاه امروز من که به بخش کوچکی از مطالب مربوط به مربیگری میرسیم به پردازیم، امیدوارم بتونیم این مباحث رو توسعه بدیم در آینده با هم دیگه، من سعی میکنم که این مقداری مفهوم مربیگری رو برای شما باز بکنم. عرضم خدمت شما که به عبارت دیگه ما در دو تا رویکرد میتونیم داشته باشیم. رویکرد اول این رویکرد سمت چپه، در رویکرد دوم رویکرد سمت راسته، این عکس سمت راسته. در رویکرد سمت چپ ما سعی میکنیم که عملکرد آدم‌ها رو تحت فشار قرار بدیم، آدم‌ها رو با عملکردشون تحت فشار قرار بدیم، سعی بکنیم با تشویق، با تنبیه، با ارائه راه حل، با تحت فشار گذاشتن از نظر زمان، با دادن نیرو، با دادن و معرفی ابزار، با معرفی و پیشنهاد منابع سعی میکنیم که
آدما کمک بکنیم که بتونن کارشون رو بهتر انجام بدن. این میشه فرایند معلم. من اسمش رو گذاشتم اگزیکیوتیو تیچر یا معلم اجرایی بهش بگیم در فارسی. ولی در فرایند سمت راست، این عکس سمت راست، یک معلم، یک مربی سعی میکنه که آینه تمام نمای و تمام قد شناختن شاگرد بشه از خودش. سعی میکنه به شاگرد کمک بکنه بفهمه که کجاها مشکل داره، کجاها مشکل نداره، کجاها باید خودش رو تقویت بکنه، در چه شایستگی هایی، چه توانمندی هایی باید خودش رو تقویت بکنه. این تقویت زیربنایی و در واقع ریشه‌ای هستش که میتونه به شاگرد یک تغییر پایدار در عملکردش رو هم البته بده. خب ما وقتی که میخواییم نقش مربیگری یا مرشدیمون رو، حالا قبل از که من توضیح بدم، ما نقشمون در مربیگری به مثابه این دوتا عکسیه که من این پایین گذاشتم، به مثابه اینه که ما کمک بکنیم به دیگران که قنچه های وجودیشون که کوفا بشه. اونا هر کدوم از یک استعدادایی، از یک ظرفیتهایی، از یک تواناییهایی برخوردارن، ولی این توانایی ها باید بارور بشه، باید مسیر درست خودش رو بشناسه و در اون مسیر به فعل برسه، از قوه به فعل برسه. کار مربی اینه. وقتی که ما میخواییم این کار انجام بدیم، یه سری سوال داریم. سوال اولمون اینه که روحیه مربیگری یعنی چی؟ من میگم بعضی ها روحیه اجرایی دارن، بعضی ها روحیه مربیگری دارن. این دوتا در مقابل هم چه مؤلفه هایی دارن؟ چه تعاریفی دارن؟ سوال دومی که ممکنه برام پیش بیاد اینه که فرهنگ مربیگری به چه معناست و چه اجزا و تعریفی داره؟ ما توی مدرسه‌مون، توی دانشگاهمون، توی سازمانمون، توی خانواده‌مون میتونیم فرهنگ مربیگری داشته باشیم، میتونیم فرهنگ مربیگری نداشته باشیم. این یعنی چی این فرهنگ مربیگری؟ سوال سوم اینه که انگیزه من و شما از ایفای نقش به عنوان یک مربی چی میتونه باشه؟ چرا من و شما باید مربیگری بکنیم؟ چرا باید به جای یک پدر اجرایی من یک پدر مربی باشم؟ چرا به عنوان به جای یک معلم اجرایی باید معلم مربی باشم؟ چرا به عنوان به جای یک مشاور اجرایی باید یک مشاور مربی باشم؟ این مربیگری حالا در ادامه عرض خواهم کرد که در شؤون مختلف و در کانتکست های مختلف زندگی و کار ما یک صفت قابل افزودنی است. من میتونم یک پدر فیزیولوژیک باشم برای خانوادم، میتونم یک پدر مربی باشم. برای همکارانم میتونم یک رئیس اجرایی عملکردگرا باشم، میتونم یک رئیس مربی باشم. برای دوستانم میتونم یک دوست اجرایی باشم، میتونم یک دوست مربی باشم. خب برای چی باید مربی باشم؟ مربی بودن اصلا کار ساده ای نیست، کار سختیه. برای انجام کار سخت من باید انگیزه داشته باشم. سوال بعد اینه که حالا من اگر مربی شدم چه مشکلاتی رو میتونم کم بکنم از خودم و از دیگران؟ چه دستاوردهایی، چه نتایجی برای من داره؟ سوال بعدی اینه که من برای اینکه مربی باشم چه مهارت‌هایی، چه دانشی، چه شایستگی‌ها و توانایی‌هایی رو باید ازشون برخوردار باشم؟ چه مهارت‌ها و دانش و شایستگی رو باید ازشون برخوردار باشم؟ خب من یه پرسشنامه‌ای رو طراحی کردم که فرهنگ مربیگری رو می‌سنجه. خب الان فرصت گفتگوی و انجام این پرسشنامه در جمع ما نیست، هم به خاطر بعد در واقع زمان و مکان و هم به خاطر کمبود زمان، ولی این نمودار رو من اینجا برای شما توضیح میدم. ببینید وقتی ما در یک سازمان فرهنگ مربی داریم، حالا شما به جای شرکت یا سازمان، شرکت سازمان رو میتونید قرار بدید، میتونید خانواده رو هم قرار بدید، میتونید یک کلاس رو هم قرار بدید. این شرکت میتونه هر چیزی جایگزینش بشه، میتونه شرکت یا سازمان باشه، میتونه خانواده باشه، میتونه کلاس هم باشه. خب چی من حالا اجازه بدید من تو کانتکست سازمان اول بگم، بعد برم تو کانتکست کلاس و مدرسه و دانشگاه. در یک سازمان وقتی من میتونم بگم فرهنگ مربیگری دارم،
که مدیریت بالادست از مربیگری با تعریف و معنایی که خدمتون عرض خواهم کرد حمایت بکنه. وقتی میتونم بگم فرهنگ مربی دارم، مربیگری دارم، که سازمان به نیاز به مربیگری احساس نیاز بکنه. وقتی میتونم بگم مربیگری دارم، فرهنگ مربیگری دارم، که من مربی این چهارتا رو داشته باشم: انگیزه داشته باشم، بینش داشته باشم، یعنی مربیگری رو خوب بشناسم، توانایی مربیگری داشته باشم، یعنی دانش و مهارتی که برای انجام مربیگری لازم است رو داشته باشم، یعنی میگیم توانایی های مربیگری، جایگاه مربیگری داشته باشم، یعنی همکاران من در سازمان من رو به عنوان یک مربی دلسوزی که هدفش رشد و اعتلاء اوناست قبول داشته باشم. این چهارتا مربوط به من مربی است، اون دوتای بالا مربوط به سازمانه. خب چهارتا دیگه هم داریم. باز وقتی من میتونم بگم ما در سازمانمون فرهنگ مربیگری داریم، که همکاران من هم انگیزه شاگردی، بینش شاگردی، مهارت شاگردی و جایگاه شاگردی داشته باشن، انگیزه داشته باشن که یاد بگیرن و توسعه پیدا بکنن، بدانن شاگردی چیست، مهارت‌های شاگردی داشته باشن. مگه شاگردی مهارت میخواد؟ بله شاگردی مهارت میخواد. یه شاگرد باید احساس نیاز به یادگیری داشته باشه، یه شاگرد باید گوش شنوا داشته باشه، listening ears بهش میگن، یه شاگرد باید همت بالا داشته باشه، به کم قانع نباشه، یه شاگرد باید پشتکار داشته باشه، زود خسته نشه. به اینا میگن مهارت‌های شاگرد. و نکته آخر، یه شاگرد باید جایگاه شاگردی داشته باشه، یعنی مدیرش، مربیش این رو به عنوان یک فرد یادگیرنده قبول داشته باشه، که او رو از زمره شاگردان خودش دور نکنه. ببینید، پس اگر ما میخواهیم در سازمانمون فرهنگ مربیگری حاکم باشد، یک، باید سازمانمون از مربیگری حمایت کند و به مربیگری احساس نیاز بکند. دو، من و شما به عنوان مدیر، به عنوان بالادست، به عنوان همکار، همتراز فرق نمی‌کنه. من و شما باید روحیه مربیگری داشته باشیم، یعنی انگیزه‌شو داشته باشیم، بینشش‌شو داشته باشیم، توانایی‌هاش‌شو داشته باشیم، دیگران هم ما رو به عنوان مربی قبول بکنن، یعنی جایگاهش هم داشته باشیم. در عین حال کسانی هم که دور و بر ما هستن باید یادگیرنده باشن، باید شاگرد باشن، برای این کار انگیزه داشته باشن، این شاگردی رو خوب و اهمیتش رو خوب بشناسن، مهارت‌هاش رو داشته باشن، جایگاه شاگردی هم در نزد مربیشون داشته باشن. مجموع اینا اگر باشه میشه فرهنگ مربیگری. هر چقدر که اینا ضعیف بشه، جای خودش رو به یک پدیده مسمومی میده به اسم روحیه اجرایی. حالا من هر کدوم از اینا رو توضیح میدم به شما. همین نمودار رو بیارید تو کانتکست کلاس، مدرسه، دانشگاه، طرح مربیگری ملی مجازی، همین طرحی که میخوایم با هم شروع کنیم. چقدر متصدیان و مدیران این پروژه الان ما به مربیگری احساس نیاز میکنند و از مربیگری حمایت میکنند. این یه پارامتره. پارامتر دومش اینه که شما که قرار مربی یادگیری الکترونیکی بشید، چقدر برای این کار انگیزه دارید؟ چقدر این مربیگری رو خوب میشناسید؟ چقدر از توانایی های این مربیگری برخوردارید؟ و چقدر این معلمانی که به شما مراجعه خواهند کرد شما رو به عنوان یک مربی قبول خواهند داشت؟ چهارتای اینا مربوط به شماست. اسمشو میذاریم، اسم چهارتاشو با هم میذاریم روحیه مربیگری. ما برای اینکه این پروژه موفق بشود، حتما باید در لول مدیریتی از این فرآیند مربیگری حمایت بکنیم. حتما شماها باید این چهار تا انگیزه، بینش، توانایی و جایگاه رو داشته باشید. ولی همچنان ما یه پله و یک ستون این کارمون ناقصه، و اون اینه که حتما باید معلمانی که به ما مراجعه خواهند کرد هم شاگردان خوبی باشن، دنبال توسعه خودشون باشن. باید انگیزه شاگردی داشته باشن، بینش شاگردی داشته باشن، مهارت شاگردی داشته باشن و جایگاه شاگردی داشته باشن.
اگر اینا اتفاق افتاد، ما می توانیم ادعای مربیگری یادگیری الکترونیکی رو بکنیم. اگر تو اینا ضعیف بشیم، شاید ما مشاوره یادگیری الکترونیکی دادیم یا خواهیم داد، ولی مربیگری یادگیری الکترونیکی رو نمیتونیم ادعا بکنیم که خواهیم داد. میریم به سراغ روحیه اجرایی اون وقت که روحیه مخربی حالا در ادامه بیشتر خدمتتون توضیح خواهم داد. خانم حبیبی، بله سلام علیکم. سلام استاد، خسته نباشید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو گذاشتید. من یه سوال داشتم از خدمتتون. میخواستم بپرسم که آیا قبل از ورود به اون، حالا ما میگیم که فرد مربی خب باید انگیزه و بینش و توانایی رو داشته باشه، اما قبل از اینکه ورود پیدا بکنه به محیطی که قرار هست این کار مربیگری رو انجام بده، آیا امکان سنجش اون افراد متقابل وجود داره که تا چه اندازه اونها این روحیه که شما میفرمایید که باید مهارت شاگردی رو داشته باشن یا اون احساس نیاز رو داشته باشن، آیا اینها قبل از ورود به اون محیط قابل اندازه‌گیریه؟ یعنی ما با پرسشنامه با چه ابزاری میتونیم این رو اندازه‌گیری بکنیم؟ بله بله، حتما قابل اندازه‌گیریه. هم توانایی من شما در مربیگری، یعنی این چهار تا بعدی که اینجا دارید میبینید، انگیزه مربیگری، بینش مربیگری، توانایی مربیگری و جایگاه مربیگری، هم اینا قابل سنجشه، هم اون چهارتای شاگردی قابل سنجشه، هم اون دوتای مدیریتی و سازمانی قابل سنجشه. من خودم برای همین این گرافی که شما دارید میبینید ابزار درست کردم و ولیدیت هم کردم، در ایران نزدیک 4 سال روش کار کردم. بله ابزار داره، میشه با این ابزار سنجید. ممنونم. بعد در اختیارمون قرار میگیره استاد قبل از اینکه بخوایم کارو شروع بکنیم، درسته؟ بله انشالله. بله خب، چرا اینکه من و شما باید انگیزه، بینش، توانایی و جایگاه مربیگری داشته باشیم تا فعل مربیگری اتفاق بیفته که خب مشخصه، چرا اینقدر شاگرد مهمه؟ از اونجایی که همه این اهداف برای اینه که اون شاگرد توانمند بشه، خب خیلی مهمه که خودش جستجوگر باشه و طالب اون مسائلی باشه، اون مواردی باشه که مربی حالا داره تلاش میکنه زمینش رو بسازه که اون شاگرد یاد بگیره. ولی اگه شاگرد علاقه نداشته باشه، یا خب مربی هم نمیتونه همه چیزو یاد بده، خودش جویا نباشه، مسلما این یه راهیه که از حالت دو طرفه بودن خارج میشه و فقط میشه یه سری چیزایی که حفظ کنه یا اون دوره رو بکنه، ولی دیگه بعدش به هیچ دردی نمیخوره برای زندگیش. یعنی توی زندگیش اون نقشه‌ای که باید بذاره رو متناسبا نمیذاره، اگه که حالا اون مواردی که فرمودید رو نداره. بسیار خوب. بله بله، نظر خوبیه. یه سوال دیگه بپرسم، چرا سازمان، چرا محیط انقدر مهمه؟ الان توی این پروژه ما چرا انقدر فضای مدیریتی و محیطی پروژه مهمه برای این مربیگری بودن؟ سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر. سلام علیکم. صدای شما خوب هستین. خدا قوت آقای دکتر. خیلی ممنون از در واقع ایجاد و استقرار این طرح که خب ما همگی داریم استفاده میکنیم. آقای دکتر نوری شما هستیم؟ که... بله زنده باشین. ارادتمند، مشتاق دیدار. بزرگوارم ای دکتر. از آن خدمت شما که همونجوری که زنده باشین دوستان فرمودن، خب جایگاه متربی خیلی اهمیت داره از این جهت که در واقع دو حیث، از حیث اول که خب ما سرمایه گذاری زیادی میکنیم تو فرآیند مربیگری روشون، بعد حیث دومش اینه که توی فرآیند مربیگری فرد خیلی باید داوطلب باشه، چون همونجوری که شما اشاره فرمودید ما تکنیکال برخورد نمیکنیم خیلی مواقع، بیشتر ما بازنمایی میکنیم آن چیزی که در وجود فرده و کمک میکنیم به کشف خود فرد. تو خیلی از موارد خب معمولا میگم مربیگر با 7 تا در واقع سوال اساسی شروع میشه و تمام میشه. در واقع اصلا خیلی مواقع ما مربیان رو تکنیسیان نمیدونیم، یا اینجور بگم تکنیک یاد دهنده نمیدونیم. توی بحث خب سازمانی اهمیتی که الان تو این طرح محیط برای ما داره اینه که خب معلمان
بزرگسالان ارزم خدمت شما که با تجربه ای هستن که مسئولیت های خیلی زیادی دارن، خیلی هاشون بیش از 20 سال 15 سال در واقع تو این دامنه بودن و به قول معروف تو محیط مجازی تازه دارن ورود میکنن و نیاز هست که یه مقدار ما از استعدادهای خودشون، از اون چیزی که توانمندی های خودشون هست استفاده بکنیم تا بتونن وارد این فضا بشن، و الا همون اول ممکنه اصلا کل فضای مجازی رو مطرود بکنن. و مثلا ما تو سازمان ها خب شاهد این هستیم که برخی از اساتید علاوه بر اینکه خب سنشون بالاست، وقتی که خوب مربیگری میشه، یعنی ظرفیت های سیستم رو به نوعی ما کمک میکنه خود فرد کشف بکنه و اون روابط رو بتونه ایجاد بکنه و امکانات رو استفاده بکنه، خیلی میبینیم که بهتر از خود ماها کار میکنه، علیرغم اینکه خب خیلی سنشون هم ممکنه بالا باشه و خیلی با اشتیاق درس میده و از همین ابزارها و همین ادبی کانیتی که الان شما یعنی استفاده میکنید و ما لذت میبریم از اجرای شما و تدریس شما، خیلی هم خوب استفاده میکنه. بخاطر همین خب تعداد مشتریان ما، یا اینجوری بگم مشتریان ما خیلی زیاده، یعنی مربی که با در واقع نگاه باز توسعه میده فردو خیلی میتونه انگیزه ایجاد بکنه به برای اون مدیران اجرایی، برای معلمان و برای در واقع کادر آموزشی مدارس که خیلی این فضا رو تلطیف شده بکنه، حتی برای والدین و برای دانش آموزان و ترس اونها رو بریزه و بتونه موثر باشه. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر نوری. بله ببینید دوستان عزیز، ما میگیم که مربی مثل باران میماند که قرار است یک زمینی را بارور کند، ولی اون زمین اسم شاگرده، ولی اون زمین اگر حاصل خیز نباشد، باران مربیگری اون زمین رو نه تنها حاصل خیز نمی کند، بلکه تبدیل به لجنزار و باطلاق می کند. لذا با مربی باید باران باشد، باید انگیزه، بینش، توانایی و جایگاه مربیگری داشته باشد، ولی شاگرد هم باید شاگرد باشد، زمین هم باید حاصل خیز باشد تا باران مربیگری بتواند در آن زمین حاصل خیزی ایجاد کند. و البته محیط سازمان، محیط پروژه، محیط کلاس و مدرسه و دانشگاه هم باید مناسب باشد. اسم محیط رو میذاریم آب و هوا، آب و هوای مناسب، باران کافی، زمین حاصل خیز. این میشود کامبینیشن محیط، مربی و شاگرد. این یه نکته. نکته دومی که شماها به عنوان مربی فقط قرار نیست انگیزه، بینش، توانایی و جایگاه مربیگری داشته باشید. من به عنوان مربی اصلا قرار نیست فقط انگیزه، بینش، توانایی و جایگاه مربیگری داشته باشم. من و شمای مربی هم باید انگیزه، بینش، توانایی، جایگاه مربیگری رو داشته باشیم و هم باید انگیزه، بینش، مهارت و جایگاه شاگردی داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه یک مربی خوب همیشه یک شاگرد خوب است. اجازه بدید دقیق تر به شما بگم. یک مربی خوب قبل از این که یک مربی خوب باشد یک شاگرد خوب. اجازه بدید بازم دقیق تر به شما بگم. یک مربی خوب بیش از این که یک مربی باشد یک شاگرد خوب. پس بیش از آن که و پیش از آن که مربی مربی باشد، همواره باید شاگرد خوبی باشد. اگر من مربی، شما مربی میخواید 10 اینچ خروجی داشته باشید، باید 20 اینچ ورودی داشته باشید. چرا؟ به خاطر اینکه اولا این آب از این لوله مربیگری شما که میخواد عبور بکنه و به شاگرد برسه، این یه مقداری ریزش داره، یه مقداری در واقع هدر رفتن داره. ثانیا از این 20 اینچ آبی که تو لوله شماست، این شاگرد شما یه سلایقی داره، یه نیازی داره، همه این 20 اینچ به درد اون نمیخوره، خیلی به دردش بخوره 5 اینچش به دردش بخوره. پس شما باید
20 اینچ داشته باشید تا 5 اینچش برای شاگردتون قابل استفاده باشه. به خاطر همینه که ما میگیم یک مربی خوب باید یک شاگرد خوبتر باشد. این کتاب عرضم خدمت شما که مکالمات کنفوسیوس رو من قبلا به شما معرفی کردم. این جمله رو هم از اون کتاب قبلا برای بعضی از شما نقل قول کردم، ولی چون ممکنه بعضی از دوستان جدید باشن دوباره عرض میکنم. کنفوسیوس توی کتاب مکالمات، خیلی کتاب ارزشمندیه، حتما حتما بخونید. میگه که رو میکنه به شاگردانش، میگه به نظر شما مهمترین وجه تمایز من با انسانهای دیگر در چیست؟ یکیشون میگه که جناب کنفوسیوس، مهمترین وجه تمایز شما در صداقت شماست. کنفوسیوس میگه نه، اگر در این شهرها و روستاهای اطراف برید آدمهای زیاد دیگری را پیدا میکنید که اونا هم مثل من صادقن. درسته که من صادقم، ولی صادق بودن من وجه تمایز من با انسانهای دیگه نیست. یه نفر دیگه میگه جناب کنفوسیوس، پشتکار شما وجه تمایز شما از انسانهای دیگه است. میگه نه، اینم نیست، شما اگر به این شهرها و روستاهای اطراف برید آدمهای زیاد دیگری رو میابید که اونا هم مثل من پشتکار دارن. درسته من پشتکار دارم، ولی این وجه تمایز من از دیگران نیست. حالا نمیخوام سرتون رو درد بیارم. نفر سوم، چهارم، پنجم همینجوری هر کدوم یه چیزی رو میگن. کنفوسیوس به همه اونا میگه نه. ولی یه جایی کنفوسیوس در ادامه میگه که وجه تمایز من از انسانهای دیگه در شوق من به آموختنه. میگه بعید میدانم در شهرها و روستاهای اطراف که میروید انسانی را بیابید که به اندازه من کنفوسیوس شوق به آموختن داشته باشد. به هر کجا که می نگرد، به هر چیزی که می نگرد، به هر اتفاقی که می نگرد از آن شوق به آموختن نداشته باشد. این یعنی این که حتی اگر کنفوسیوس هم شدی همچنان باید بیاموزی. از نگاه به درخت، از نگاه به کوه، از نگاه به جمادات، از نگاه به گیاهان، حیوانات، انسانها دائم باید شوق خواندن داشته باشی، شوق آموختن داشته باشی. لذا این کارگاه هایی که الان طراحی شده برای من و شما در به عنوان یک بخش بسیار مهم این پروژه مربیگری یادگیری الکترونیکی، این برای اینه که به من و شمای مربی ابتدا یادگیری و آموختن و شوق به آموختن بیاموزد، تا بعد ما بتوانیم شاید درصدی و اندکی از این شوق به آموختن خودمون رو در وجود شاگردانمون هم ایجاد بکنیم. پس حالا بعضی ها، من دوستان عزیز با مدیران ارشد و میانی کشور خیلی راجع به مربیگری حرف زدم. من راجع به مربیگری خیلی کارگاه برگزار کردم، خیلی کلاس داشتم، کتاب الان دارم می‌نویسم، خیلی مطالعه داشتم. یه مدیری از یه استانی، یه مدیر ارشدی در یکی از استانهای جنوبی کشورمون، یه روز به من میگفت که آقای دکتر، ما مثل شما تو تهران نیستیم، ما تو استانیم، استان محروم هم هستیم، فرصتها و امکانات و پستهای مدیریتی هم تو استان ما محدوده. من اگر بخوام مربی معاونین خودم باشم و اونها رو رشد بدهم با این حرفایی که شما دارید میزنید، انگار دارم زیر پای خودم رو خالی میکنم. اونا پس فردا نه، 2 ماه دیگه نه، 6 ماه دیگه تمام توانایی که من دارم رو به دست میارن. خب اونا میان جای منو میگیرن. تازه جوانتر از منم هستن، خلاقتر از منم هستن. من برای چی باید توانایی خودم رو به عنوان مربی به اونا بدم؟ یعنی ترس از دست دادن. پاسخ چیه اینجا؟ واقعیت اینه که این موضوع که میفرمایید خیلی متلابه، خیلی از سازمان ها هست و بحثی که وجود داره اینه که ما برای اینکه خودمون ارتقا پیدا بکنیم باید بالا سریمون رو هل بدیم به بالا. یعنی اعتقادی که وجود داره، اعتقادی که خب خیلی از در واقع کشورهای توسعه یافته دارن، اینه که شما بالا سرت رو توسعه بده و خب اون چقدر بره بالا شما همون اندازه رشد میکنید.
بعد یه بحث دیگه که خودم تجربه زیست شده خودم اینه که هر موقع من یک چیز رو که داشتم دادم به کسی دیگه، سری رفتم دنبال جایگزین، بعد دیدم به جای اون موضوع من دو تا یا سه تا موضوع رو جایگزین کردم و دیدم که خب علاوه بر اون یه موضوع که بلد بودم یه دو تا سه تا موضوع دیگه اومد در واقع ترجمه و داستان غنی میشه. یعنی تا فردی خودش این تجربه رو نکنه فکر میکنم براش ملموس نشه و اون ترس وجود داشته باشه همیشه. ببخشید. بله خیلی عالی بود. بله کاملا درسته. ببینید پاسخ به این نگرانی جای ما را توسط دیگران گرفتن و اشغال شدن اینه که درسته در فرایند مربیگری من دیگران را رشد میدهم، من دست دیگران رو میگیرم بالا میآورم. قرار شما در فرایند مربیگری برید همه توانایی که خودتون دارید رو در حوزه یادگیری الکترونیکی در طبق اخلاص بذارید به دیگران هم یاد بدید. خب دست زیاد میشه، رقبا زیاد میشن، بازار بزرگتر میشه، نقش من کم رنگتر میشه. خب بشه. مهم اینه که در این فرایند که من دارم یاد میدهم و توسعه میدهم خودم هم توسعه پیدا میکنم. مربیگری یک فرایند یک طرفه نیست. مربیگری یک تعامل است، یک فرایند دو طرفه است. من به شاگردم یاد میدهم و از شاگردم میآموزم. لذا نتیجه فرایند مربیگری فقط توسعه شاگرد نیست، توسعه مربی هم هست. خیلی بچه ها میشه حرف زد، من متاسفانه وقت نیست، اصلا امروزم روی این یه دونه اسلاید موندیم. یه نکته دیگه راجع به این اسلاید بگم و برم. ببینید یه توی این قسمت سمت راست من میگم من و شما باید انگیزه مربیگری داشته باشیم، مربیگری را بشناسیم، توانایی مربیگری داشته باشیم، جایگاه مربیگری هم داشته باشیم. میدونید واویلاش کجاست؟ واویلاش جاییه که من انگیزه مربیگری اصلا ندارم. میگم آقا ول کن با رضای زاده، این حرف ها چیه تو میزنی؟ انگار سرت توی گوشت کیلویی، نمیدونم انقدر و برنج انقدر و نمیدونم کرای تاکسی و کرونا و مشکلات اقتصادی و اینا نیست. الان کسی باید گلیم خودش از آب بالا بکشه. مسئولیت اجتماعی چیه؟ این بی‌تفاوتی نسبت به دیگران، این یعنی فاجعه، یعنی مرگ. بی‌تفاوتی یعنی مرگ. مرگ کی؟ مرگ فرد، مرگ خانواده، مرگ سازمان، مرگ جامعه، همچنین که الان داره اتفاق میفته. میدونید فاجعه بعدی کجاست؟ فاجعه بعدی جایی که من انگیزه دارم به دیگران کمک کنم، ولی دیگران من رو به عنوان مربی قبول ندارن، جایگاه مربیگری ندارن. ای دست و پا میزنن، دیگران من رو تفسیر بد میکنن، میگن ها جوان و جویای نام، میگن ها ببین این معلوم نیست از این قبای نمیدونم از این فلان میخواد چه کلاهی برای خودش مثلا میخواد ببافه، چه قبایی برای خودش میخواد بدوزه، معلوم نیست چه نیت پنهانی داره. من رو به عنوان یک مربی دلسوز برای توسعه خودشون قبول ندارن. اینم یه فاجعه. فاجعه بعدی میدونید کجاست؟ جایی که من انگیزه مربیگری دارم، دیگران هم من رو به عنوان مربی قبول دارن، ولی من مربیگری را نمی شناسم و توانایی های مربیگری را ندارم. اینجا هم فاجعه است. دوستان عزیز من، شما در هر جایگاهی که هستید، به عنوان پدر، به عنوان مادر، به عنوان رئیس، به عنوان مربی در پروژه مربیگری یادگیری الکترونیکی، برای اینکه بتوانید یک انسان سازنده ای باشید باید انگیزه مربیگری داشته باشید، بینشش رو هم داشته باشید، تواناییاش هم داشته باشید، جایگاهش هم داشته باشید. عین این چهارتا رو باید در شاگردی هم داشته باشید. لذا آنچه که من از اینجا به بعد میخوام به شما بگم چیزهایی است که این هشتا رو به ما خواهد داد. به من انگیزه مربی بودن میدهد، به من بینش مربی بودن میدهد، به من توانایی مربی بودن میدهد و جایگاه مربی بودن، و در کنار همه اینا هر کدوم از اینا رو در مقام شاگردی هم به من خواهد داد. خب البته این کار بسیار زمانبریه، من بعید میدونم
همه اینا رو من برسم. من شاید باید با شما صدها ساعت حرف بزنم تا بتونم این هشتا بعد رو پوشش بدم. بیشتر توی این جلسه و شاید یکی دو جلسه دیگری که با شما راجع به مربیگری خواهم داشت، دنبال پررنگ کردن اهمیت این مفهوم هم. از نظر من یک معلمی که مربی نباشد هیچ نیست. یک پدری یا مادری که مربی نباشد هیچ نیست. یک مشاوری که در پروژه یادگیری الکترونیکی مربی نباشد هیچ نیست. هیچ تغییر پایداری رو ما در هیچ کدوم از این شئونی که الان من مثال زدم بدون مربی بودن نمیتوانیم ایجاد کنیم. شاید تغییرات مقطعی کوچک بتوانیم ایجاد کنیم، ولی این تغییرات به شدت گذرا و ناپایدار خواهند. برای تغییرات پایدار باید به زیربنا دست برد. حالا من چون وقت کمه از اینا میگذرم، اجازه بدید از اینا بگذرم، اینو بگم به شما که بگم چرا اینقدر مهمه. وقتی که ما میخواییم در یک جامعه تغییر ایجاد کنیم، این تغییر رو به دو شکل میتونیم ایجاد کنیم. شکل اول رو بهش میگیم تغییر مستقیم. تغییرات مستقیم از لایه‌های بالا به پایین اجرا میشن. اول این نوک مست من رو نگاه کنید، اول در لایه سیاستگذاری و حاکمیتی تصمیم میگیرند. این تصمیم رو به جامعه ابلاغ میکنند و در سطح جامعه کنترل میکنند که اون تصمیم اجرا بشود، اون تغییر ایجاد بشود. و بعد میگن حالا جامعه که همراه با این تغییر شد، کم کم آدم ها هم به این تغییر رو میارن، بعد کم کم بینششون عوض میشه، کم کم دانششون رو هم کسب میکنن. به اینا میگن تغییرات بالا به پایین. من اگر بخوام تغییرات بالا به پایین رو در جامعه خودمون برای شما مثال بزنم، مثلا کمربند ایمنی بستن رو ما میاریم که پارادایم تغییرات مستقیم ازش یاد میکنیم. اومدن با اعمال قانون، با جدیت، با کنترل جامعه یه تغییری رو ایجاد کردن. خب تغییر بدی هم نبود، تغییر ناموفقی هم نبود. واقعا بسیاری از مردم به واسطه همون اعمال قانونه کمربند به بند شدن. تغییرات از بالا به پایین یه حسن دارن و یه عیب. حسنشون اینه که سریع و کم هزینه اند. عیبشون اینه که ناپایدارن. یه جایی آماری من یکی دو سال قبل میخوندم که میزان بتن کمربند ایمنی تو کشور ما بعد از اون شروع اعمال مقررات و اون سختگیری‌هایی که من یادم میاد سر اتوبان‌ها پلیس‌ها وای می‌زدن اگه کمربند نبسته بود، اینو جریمه‌اش می‌کردن. بعد سر کوچه ها و خیابونا وای می‌سادن جریمه می‌کردن. حالا بعد خب کم کم شد دیگه، خیلی کم شد این سختگیری، مگر اینکه اتفاقی پلیسی ببینیم. خب این به بالای 90% رسید. ولی بعد که این فشار و این اهرم اعمال قانون یه ذره کم رنگ‌تر شد، دوباره برگشت پایین. به این میگن تغییر ناپایدار. این عیب تغییرات از بالا به پایینه. نحوه دوم ایجاد تغییر در یک جامعه تغییرات مشارکتیه. تغییرات مشارکتی کاملا یک فرآیند برعکس رو طی میکنه. میگه اول دانش آدم ها رو تغییر بده، بعد بینششون رو نسبت به یک موضوعی تغییر بده، بعد تغییرات فرد فرد جامعه رو شروع کن به تغییر دادن. خود همین فرد فرد هر کدوم کامیونیتی های دوروبر خودشون رو کم کم تغییر میدن و کم کم تغییر در لایه های بزرگتر جامعه هم اتفاق میفته. این میگن تغییرات از پایین به بالا. تغییرات از پایین به بالا هم یه حسن دارن و یه عیب. عیبشون اینه که بسیار زمانبرن و پرهزینه و سخت. سختن. حسنشون چیه؟ حسنشون اینه که تغییر پایدارن. دیگه پلیس از سر خیابون و اتوبان که رفت کنار، این تغییر کنار نمیرود. چون ریشه در درون آدم ها داره، ریشه در بیرونشون نداره. تغییرات از جنس سمت راست ریشه در بیرون آدم ها داره. به خاطر همین به محض اینکه اون عامل بیرونی کنار رفت، اون تغییر هم برمیگرده سر جای خودش. این مونتسوری یه جمله‌ای داره خیلی زیباست، میگه که اگر ما 1 میلیارد انسان رو کره زمین داشته باشیم
برای این 1 میلیارد انسان رو کره زمین 1 میلیارد پلیس بذاریم، باز اون 1 میلیارد اولیه خراب میکنه. یعنی برای همون 1 میلیارد آدم 1 میلیارد پلیس بذارید کنار دستش، هر نفر 1 پلیس، میگه باز آدم ها خلاف میکنه. میگه در عوض پلیس بیرون باید 1 عاملی به اسم پلیس درون رو در وجود آدم ها مشتعل کرد. پلیس درون که مشتعل بشه، هیچ عامل کنترل کننده بیرونی هم که نباشد، اون آدم صراط مستقیم و اخلاق مدارانه خودش رو تغییر نمیدهد. ما در مربیگری به دنبال ایجاد پلیس درونیم، به دنبال توسعه توانایی ها و شایستگی های شاگرد به گونه ای هستیم که یه روزی اگر دست حمایت ما هم از پشتش کنار رفت، اون شاگرد پس نیفته، زمین نخوره، نه تنها خودش زمین نخوره بلکه دست دیگران رو هم بگیره بلندش کنه، مربی دیگران هم بشه. خب هر آدمی رو به مثابه یک کوه آتش فشان در نظر بگیر. ما اون چیزی که از آدم ها میبینیم عملکردشون، اون گزارش هایی که در قالب فرم های یادگیری الکترونیکی انشالله از هفته آینده دست من و شما میرسه، اون عملکرد این معلم هاست که اگر من بخوام در همین مثال کوه آتش فشان اون رو در نظر بگیرم، میشن این گدازه ها و ابر بیرونی این آتش فشان. چرا اسم اینا رو میذارم، این گدازه ها رو میذارم عمل کرد؟ به خاطر اینکه برای من محسوس و قابل مشاهده هستن. خب ولی من به عنوان معلم مربی باید در نظر بگیرم که ببینید این شکل خیلی شکل کلیدیه در فرآیند مربی، باید در نظر بگیرم که این عمل کرده ضعیف یا قوی معلم در این موضوعی که اینجا برای من طرح کرده است، ناشی از داشتن یا نداشتن یا ضعف در یک دانش و مهارتی است. ناشی از داشتن یا نداشتن یا ضعف در یک سری تجاربی است. ناشی از داشتن یا نداشتن یا ضعف در یه سری بینش ها، نگرش ها، باورها و انگیزش هایی است. خیلی خوب، اگر من فقط روی عملکرد معلمی که به من مراجعه می کند تمرکز کنم، من یک معلم اجراییم، یک مدیر اجراییم، یک مشاور اجراییم. ولی اگر روی لایه‌های زیرین پدید آورنده این عمل کرد تمرکز کردم، من یک معلم مربیم، یک مدیر مربیم، یک مشاور مربیم. از نقش مربی چیه؟ نقش مربی اینه که از عمل کرد پی ببره به لایه‌های پایین‌تر. یه معلمی که به من با یک موضوع عمل کردی مراجعه میکنه، من تنها بسنده نکنم به این که بهش بگم خب برو این کارو بکن، این کارو بکن، از این ابزار استفاده کن، از این تکنولوژی استفاده کن، این روش رو برو، از این تکنیک استفاده کن، فقط به این بسنده نکنم، بفهمم، تشخیص بدهم، ارزیابی کنم، اصلا ابزار استاندارد ارزیابی شایستگی های دیجیتالش را به او بدهم و از او بخواهم که به من کمک کند تا من بفهمم او در چه شایستگی ضعیف است که باید اون شایستگی را توسعه بدهد. یک کسی به من میگفت که من بچه‌ام هر وقت میرفتیم یه جایی، این مثلا تو جمع گرم نمیگرفت، حرف نمیزد، گوشه گیر بود، همه خزش سوال میپرسیدن، گوشاش سرخ میشد، میرفت که گوشه قایم میشد، اصلا حرف نمیزد. یه من یه مدتی رفتم و شروع کردم مثلا از باب تشویق و تهدید، بعد که از مهمونی میومدیم بیرون شروع میکردم به دعوا کردن که آبرومو بردی، چرا این کارو کردی فلان، دفعه دب بعد اگر رفتیم یه جایی سلام نکردی نمیدونم پوتوشی بیتو نمیدم فلان میکنم، اوقات تلخی میکردم اینو. گفت دفعه بعد باز همین، دفعه بعدتر باز همین، با زبان خوش، با زبان. فشار من روی عمل کردش بود. ببینید حالا
توی اسلاید دیگه باز نشونتون میده. میگه وقتی که این بحث مربیگری و اینا رو فهمیدم، رفتم و بررسی کردم، مطالعه کردم، با مشاور صحبت کردم، فهمیدم که این فرزند من در شایستگی اعتماد به نفس دچار مشکله. با ابزار استاندارد شایستگی اعتماد به نفسش رو سنجیدم، دیدم از 6 تا بعد پدید آورنده اعتماد به نفس تو 4 تاش خوبه، تو 2 تاش ضعیفه. رفتم روش های توسعه و ارتقای اون دوتا رو پیدا کردم، کتاباش، منابعش، تکنیکاش رو بهش یاد دادم، تو اون دوتا تمرین کرد، بهتر شد، اعتماد به نفسش بهتر شد، دیگه اون گوشه‌گیری که توی جمع داشت کم کم رفت کنار. نه تهدیدش کردم، نه تشویقش کردم، نه پول تو جیبیش رو قطع کردم، صرفا از لایه عملکرد نوک آتش فشان رفتن به لایه های زیرین پدید آورنده آتش فشان. این یعنی مربی. کار من و شما در این پروژه همینه دوستان عزیز. کار من و شما فقط این نیست که ما بیایم به معلم ها ادوایس بدیم، توصیه بکنیم، بگیم این کارو بکنید، این کارو نکنید. من و شما اگر میخوایم مربی یادگیری الکترونیکی بشیم، فرقمون با مشاور یادگیری الکترونیکی باید در این باشه که ما به معلمانی که من و شما مراجعه میکنن برای توسعه و تغییر شایستگی های زیربنایی معلم مجازی بودن بهشون کمک بکنیم. این فرم عمل کردی که برای من و شما پر میکنن باید به مثابه این بخارها و این دود بیرون آتش فشان باشد. قراره به من و شما کمک بکنه که ما بفهمیم این معلم چی رو لازم دارد که ندارد، او رو بهش بدیم، نه اینکه فقط بهش تکنیک یاد بدیم. این اون چیزیه که من و شما رو مربی میکنه. به عبارت دیگه ما اول باید خودمون انگیزه مند باشیم برای این تغییر دادن دیگران و بتوانیم این انگیزه رو در شاگردانمون هم ایجاد بکنیم. دوم باید بهشون دانش بدیم، باید بهشون منابع معرفی بکنیم برای ارتقای اون شایستگی که ازش کمتر برخورداره. سوم باید سعی بکنیم که باورها و نگرششون رو نسبت به این موضوعات عوض بکنیم. حالا در فرایند بحثایی که با شما خواهم داشت به همه اینا گفتگو میکنم. بعدم سعی کنیم رفتار فردی اینا رو تغییر بدیم. این همون روند پارتیسیپیتوری یا مشارکتی یا پایین به بالاییه که توی دو تا اسلاید قبل من شما توضیح دادم. تقویت رفتار فردیشون رو بکنیم و بعد اگر این اتفاق افتاد، یه گام پنجم که تقویت رفتار گروهیه و گام ششم که تعمیم این رفتار گروهی در سطح جامعه است، خود به خود اتفاق خواهد افتاد. از گام چهارم به بعدش دیگه به صورت اتوماتیک اتفاق میفته. به قول اون شاعر میگفت که پریرو تا به مستوری ندارد. شما اگر شاگردانتون رو پریرو کردید، اونها این عطری که شما بهشون دادید رو به دیگران هم خواهند داد، این توانایی که شما بهشون دادید رو به دیگران هم خواهند داد. و این اون وقت میشه همینی که من اینجا به شما عرض میکنم. ما قرار نیست که بر عملکرد آدم ها به عنوان مربی تمرکز بکنیم و فشار بیاریم، بلکه ما میریم تو لایه شایستگی های زیربنایی، اونا رو تغییر میدیم. خب البته عملکرد هم تغییر خواهد کرد. برای اینکه این کارو بکنیم، باید یا باید روحیه مربیگری شاگردی داشته باشیم، یا اگر اینو نداشته باشیم خود به خود روحیه اجرایی خواهیم داشت، پیدا خواهیم کرد. حالا دیگه امروز وقت گذشته، انشالله من جلسه بعد به شما این دوتا روحیه رو با هم مقایسه خواهم کرد که روحیه اجرایی چه مؤلفه هایی دارد و روحیه مربیگری شاگردی چه مؤلفه هایی دارد. اگر سوالی، نکته‌ای، کامنتی هست، یک دو دقیقه وقت داریم، بفرمایید، در خدمتتون هستم. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. من فقط در پاسخ به سوال آقای نجفی که گفتن که مربیگری آیا یه طیف داره، من میخوام درک خودم بگم، حالا شما لطف کنید تصدیق کنید. من فکر میکنم واقعا مربیگری یه طیف داره، چون که ممکنه یه مربی در قدم اول برای شروع کار فعلا شنونده حالا اتفاقاتی باشه که داره برای معلمی میفته و یک نقش ناظر داشته باشه که اصطلاحا بهش میگن سوپروایزری کوچینگ،
یا اینکه میتونه نه مربی انقدر قوی شده باشه که بتونه در کنار معلم به محض اینکه یک مشکل برای معلم ایجاد میشه بتونه اون رو در واقع حمایت و پشتیبانی بکنه که حالا اصطلاحش میگن سایت بای سایت کوچینگ و در نهایت یک اتفاقی بیفته که معلم خودش یا اون شاگرد خودش در واقع کوچ خودش بشه که اصطلاحش میگن سلف کوچینگ. در واقع من فکر میکنم اگه مربی انقدر قوی بشه میتونه یه همچین تأثیری توی معلم و شاگرد داشته. بله خیلی متشکرم. مطمئنا هیچ کدوم از سازه های علوم اجتماعی و رفتاری بچه ها صفر و یکی نیست، طیفیه. یعنی اینطور نیست که من مربی باشم یا نباشم، شاگرد باشم یا نباشم. من میتونم الان نمره مربیگریم 25 صدومه، اینو 26 صدوم بکنم، 27 صدوم بکنم. میتونم نمره شاگردیم 15مه، اینو 55 صدوم بکنم، 16م بکنم. یعنی میخوام بگم که اینا قابل افزایشن، قابل تغییرن و تغییرشون کاملا طیفیه، صفر و یکی نیست. بله دوستان سپاسگزارم، براتون آرزوی خیر و سعادت دارم. فقط میخوام این جمله کنفوسیوس رو به خودم و شما یادآوری کنم بچه ها. هیچ وقت به دیگران اجازه ندید که شوقشون در یادگیری از شما بیشتر بشه. این شوق به یادگیری، این آتش نسبت به یادگیری رو همیشه در وجود خودتون مشتعل نگه دارید. و این کارگاه ها و وبینارهایی که در این پروژه به طور اینتنسیو و واقعا یک فرصت خوبی برای همه ما میتونه باشه رو غنیمت بشمریم هممون، و انشالله امیدوارم که در همه جلسات بلا استثناء این یک ساعت، حالا زمانش هم دوستان کوتاه گرفتن که این کار زیاد حوصله سربر نباشه برای شماها، این یک ساعت در روز رو انشالله به طور مستمر روی این کار انشالله وقت بذارید. با تشکر از توجهتون، شما میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که در پایان ذکر شده برای مشاهده ویدئوی سایر وبینارها اقدام کنید.